بزرگترین سرمایه هر انسان تاج سلامتی است که بر سر وی میگذارند پس قدردان سلامتی و تندرستی خود باشیم بیشتر بدانید تا سالم زندگی کنید بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و درود و صبح خیری خدمت همه شما خوبان مخاطبان خوب برنامه راه درمان با یکی دیگر از برنامه های راه درمان در خدمت شما هموطنان عزیز باشیم آدین روزتان همچنان بخیر امروز هم خواستیم در رابطه به یکی از موضوعات خیلی مهم صحبت کنیم و همچنان ای که خیلی از هموطنان ما هم به ای مشکل یا به ای بیماری دچار هستن امروز خواستیم در رابطه به بیماری ریاها و یا هم همو بیماری ششها صحبت کنیم که با تغییر فصل و به خصوص در فصل خزان و همچنان با آمد آمد زمستان که هوا نسبتا سرد میشه خیلی از افرادش خاص دچار بیماری های ریه ها یا هم بیماری ششهایشان میشه و همچنان دعوت کردیم از یکی از دکتران موفق شهر کابل دکتر اسمت الله شفیق معالج امراض داخله که پیرامون این موضوع مهم قرار هست صحبت کنیم شما خوبان هم اگر سوال و مشکلی دارین میتونید تماس برقرار کنین های ارتباطی بین ما و شما خوبان شماره های تماس برنامه هست 020 250 و همچنان 020 250 که تا ثانیه های بعد هم شماره های تماس برنامه زیرنویس تلویزیون های شما خوبان خواهد شد عرض سلام و درود خدمت شما دکتر سفر خیلی خوش آمدید تشکر سلام خدمت شما خدمت تمام کارمندان تلویزیون رای فردا و سلام خدمت تمام بیننده که همین اکنون ما را بنیده هستم ممنون شما سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتین دکتر صاحب در این روز جمعه هم وقت دادن برای برنامه ما تشکر سلام. موضوعی که انتخاب کردیم بیماری شش یا هم بیماری ریه ها هست اگر در آغاز ابتدای صحبت ها را از اینجا آغاز کنیم که یک تعریف از خود شش ها داشته باشیم و اینکه چه عمل ممنون. کردی در بدن انسان ها بنام یاد خدا شروع از بخش می که در حقیقت یک معرفی از سیستم تنفسی داشته باشیم ده. ما سیستم تنفسی را یک سیستم است که به صورت با دو بخش تقسیم میشه یک سیستم علوی تنفسی از قسمت بالایی و سیستم سفلی تنفسی یا قسمت پایینی در خدم ریه ها شامل میشه قسمت سیستم اولوی تنفس که از خود نزل یا بینی گرفته میشه قسمت خود حلقوم هست فرنگس هست نزد فرنگس این قسمت ها رو میگیم که دقیق در حقیقت با اصطلاح عام مردم در قدم حلقوم و گلوی قسمت ها هست و قسمت سفلی سیستم تنفسی امی خود ترخیا و تمام طرق هوایی با بش شمول انساجی که شش های ریه را می اینا در مجموع نامی طرق سفلی تنفسی یاد می ما در ایفا در, در فصل های مختلف سال امراض مختلف سیستم تنفسی را داریم ولی در این فصل خوستن در فصل خزان وقت امراضات گناگون گوناگونی سیستم تنفسی رو داریم خصوصا سیستم تنفسی علوی که ریه‌ها خودش یا شش‌ها از جمله سیستم سفلی تنفسی هست و ای در قدر ریه‌ها یا ششها امراض گوناگونی را میشه که نوا را مصاب شود خب ما امراضات را در تقسیم بندی بکنیم امراضاتی است که یکی امراضات انتانی است سیستم تنفسی سفلی یا ریه های شش ها را در مصاب می سازد یکی یکی امراضات غیر انتانی است امراضات انتانی امراضات است که انتانات مختلف در او مثلا مداخله میکنن ما خود انتانات یا میکروبایی که در سیستم تنفسی اینا مداخله میکنن مثل مثلا باکتری ها باکتری ها بیشترین از جمله ارگانزم ها یا مایکروگانزم های است که بیشترین امراضات را دقیقت ایجاد میکنن در سیستم تنفسی بعد از اون سیستم ویرال ها یا دقیقت ویروس ها ویروس ها هم از جمله انتانات است که واقعا خیلی بیشتر از سیستم تنفسی را مصاب می سازه. بعد از خود فنگس ها و همچنان پرازیت ها هم داریم که اینا باعث ایجاد امراض میشه پیش افراد و در سیستم تنفسیش مشکل ایجاد میشه. <تصفح> که ما هر کدام از اول در باکتری ها و ویروس ها بیشترین عامل انتانات سیستم تنفسی الوی یا امیر در قدر یه ها را تشکیل میتر. سیستم تنفسی سفلی یعنی شوش ها را ما در خود شوش ها به دقت خود شوش ها از از نظر ساختمانی که طرق های هوایی است که هوا را انتقال میده یکی در شوش ها ما انساج دیگه ای داریم که در پالوی طرق های هوایی به خاطر تبادله اکسیژن به خاطر ازیک از اکسیژن بره مثلا در شوش ها و از اونجا کاربن پس به بیرون نیتراه شوه و وقتی که اکسیژن میره داخل شوش ها خونی که در خون از خود قلب و در شش ها در اینجا اکسیژن برای خون میتوه دوباره خون امو کاربن دی اکسایدی که از خون گرفته میشه از طریق سیستم تنفسی ما شما پس به بیرون اطراح میشه این نظر و این کار یک فوق یک فوق العاده یک وظیفه مهم رو داره و هر نوع امراضات یا امراضاتی که در سیستم تنفسی ایجاد میشه بر علاوه از خود از مثلا سیستم تنفسی ما شما صدا میبینه دیگه ارگان های اطرافش مثل قلب و مثلا خود کبد و دیگه ارгانهاи مоشумا اینا هم در پالوی از خیلی مشکلات دیگه ورش ایجاد میشه دقیقا دکتر صاحب حالا علایم چی هست افراد اشخاصی که دچار میشن علایم شا خودشان هم بفهمن و مشخصا چه علایمی خب بله سیستم تنفسی وقتی که یک شخص مصاب به امراض سیستم تنفسی خصوصا شش ها میشن اینا اعراض علایم مختلف دارن از جمله سیست... یک سرفه هست پیش خاص سرفه ایجاد میشه خود سرفه دقیقت یک عکس العمل است که سیستم تنفسی نشان میده خود سیستم تنفسی شما مثلا شش های اینا دوچار یک مشکل شده دیگه بغیر از صرفا مثلا چست پین یا درد صدری پیدا میشه در قسمت خود صدر در قسمت ها مثلا در میشه یک طرفه باشه دو طرفه باشه اینا میشه پیش شخص مثلا درد پیدا شود یا دردای صدری در پهلو اون میشه سرفه ای که پیش شخص پیدا شده میشه که با تقشو یا با بلغم باشه بلغم بلغم که با انواع مختلف بلغم ها در نظر به امراضات فرق میکنه میشه که امی بلغم به صورت ساده باشه یا حتی خوندار باشه اینکه تقشعش یا امی بلغمش خون داشته باشه ترکیب خود دیگه یک اصطلاح در توات دارم بران جسپنیای اثرت تنفس یعنی با با زحمت نفس کشیدن که یک تنفس میکنه بسیار با زحمت با خوری تنفس میکنه اکسیژن رو با زحمت میگیره و با زحمت مثلا بیرون آکاردوسای اترام میکنه د فالوی میشه سیانوز باشه سیانوز یعنی سیاهی ایجاد کبودی یا سیاهی مثلا در میشه که در اولین قسمت اگر پیدا شود خصوصا در نوک انگشت پیدا میشه پیش از اشخاص در قسمت لب ها پیدا میشه нарми гӯшқисмато и сурати муҳит ва ба сурати марказӣ га боша меша ки қисматҳои мухталифи бадан масала пайдо шава кабудӣ пайдо шава да паҳлӯи аз این اشخاصات مثلا بعضی اعراض علایم دیگه هم پیدا میشه مثلا ویزنگ یک اصطلاح در به نام ویزنگ یک صدای خش پیش اشخاص پیدا میشه خصوصا کسایی که مثلا نفس تنگی یا آسما دارن اینا پیش از ای اشخاص این اعراض علایم است که پیش ای اشخاص نظر با. و و یک اصطلاح دیگر داریم در امراض سیستم تنفسی به نام هارسنس یا تغییر صدا خشین شدن صدا هست صدا تغییرات وجود می خشین خشن شدن صدا بیشتر در امراضات سیستم علوی تنفسی مثل گلو اینا پیدا میشه اینا در مجموع ایراد علائم هستند که پیش اشخاص پیدا میشه و اگر انتانات باز مداخله کنه باشه ما امراض باشه باز به شخص تب پیدا میشه لرز پ... لرز پیدا میشه و درد در قسمت های مختلف بدن پیدا میشه این ایراد علائم عمومی سیستم تنفسی که یک شخص مصاب به امراض ستم تنفسی میشه بله دقیقا که آگاهی داشته باشن در رابطه با علائمش دکتر صاحب حالا افراد اشخاصی که دچار هستن بیشتر شکایتشون از این هست که با آمده, آمده فصل زمستان بله. این مشکلاتشون بیشتر میشه نفس تنگیشون زیادتر میشه سرفه های شدید و همچنانی که مزمن بیشتر میشه دقیقا در رابطه با این هم صحبت داشته باشیم که آیا تغییرات آب و هوا یا هم تغییر فصل ها هم ارتباطی داره یا خیر خب <coughs> بله درست است تغییرات فصل سال سر بعضی آم امراضات سیستم تنفسی فوق تاثر تاثیرگذار هست خب ما امور رقم که گفتیم چند نوع از امراضات تنفسی داریم ام انواع مختلف امراضات تنفسی داریم اما در دقیقا در تغییر فصل سال چند نو امراضات که به تشدید میشه در در دقت در تشد در تشدید تشد مرض رول داره مثلا یک شخص مصاب به استما یا نفس تنگی است کسایی که مصاب به استما یا نفس تنگی است یا اشخاصی هستند که در دو فصل سال فوق العاده نفس از اینا بیشتر میشه یکی در اول بهار یکی در فصل خزان در, در فصل خزان که هوا سرد میشه کم کم هوای خشک است هوا سرد است گرد و خاک اینا هستند اینا امرا باعث از میشه که امراضات پیش از این اشخاص در قد مثلا امراض یا نفسنگی پیش از اینا هست به صورت مزمن ولی اگر در فصلی که سرما میاد سردی شروع میشه گرد و خاک است هوای خشک است اینا را باز بیشتر تشدید میکنه امور رقمی که مثلا در اول بهار مثلا در است ما یا کسایی که نفس دارن اینا هم امی مشکل دارن به خاطر از اینکه اینا در فصل اول بهار مثلا گلها رشد میکنه مثلا نباتات تازه برک میکنه و به عمو دقیقت گرد و یک موادایی که از گلها اینو آزاد میشن از طریق سیستم تنفسی اینا که تنفس میکنه باعث تشدید مرض میشه و همچنان در این فصل چون خودی سیستم تنفسی یک سیستمی است که مثلا قسمت در داخل نزل یا بینی مخاط بینی اینا یک از وظایف اومدهشی است که باید هوا را گرم بسازه چون جریان خون در اینجا هست وظیفه شی است که هوا را گرم بسازه زمانی که ما هوای سرد خصوصا در وقتی که تغییر فصل به وجود میاد هوا رو ما تنفس میکنیم این هوا وقتی که تنفس میشه چون اینجا هوا سرد است میل در مخاط قرار میگیره مخاط های بینی اینو. بالاخره باعث از میشه که احتقان یا پوندگی به وجود بیاد التهابات به وجود بیاد چون سردی هوا تماس میکنه اونجا چون آماده از این نیست دفتا باعث میکر میشه و بالاخره التهابات به وجود میاد و میشه که همین التهابات مثلا باعث که از طریق از التهابات مش انتانات رشد کنه و انتقال کنه در سیستم سفلی تنفسی حتی با سیجات مرا و در شش ها و یا قسمت ها پیدا بکنه دیگه این تغییر فصل سال فوق العاده رول داره در امراضات سیستم تنفسی و در زمانی که هوا سرد میشه خود رشد انتانات وایرال یا ویروسی هم زیاد میشه پیش اشخاص بخاطر خاطر از اینکه زمینه ساید میشه که یک اندازه چون خود ویروس ها هم در حقیقت یک حالتی هستند که اینا در مقابل گرما خودونش حساس هستند بیشتر و زمانی که هوا کمی سرد شود یا انتونات میشه که در فصلی که هوا مثل خزان هوا از یک طرف خشک است از یک طرف دیگه اینا مثلا در حالت قرار می گیرند که زمینه مساعد میشه بر رشد از اینا باعث ایجاد امروز سیستم تنفسی میشه بله دقیقا خیلی سپاس از شما دکتر صاحب من خوب است که یک بار دیگر هم شماره های تماس برنامه را یادآوری بکنم 020 250 3444 و همچنان 020 250 38 88 حضور دکتر صاحب اسمت الله شفیق مالج امراض داخله را با خود ما در برنامه داریم و شما خوبان هم اگر سوال و مشکلی دارین میتونین در برنامه تماس بگیرین دکتر صاحب روی انواع امراض تنفسی هم صحبت داشته باشیم و ای که بیشتر کدام افراد اشخاص کاندید حسن به بی بیماره خب بله ما یک بعضی فاکتورهای است به نام ریس یا فاکتورهای خطری که باعث امراضات تنفسی میشه به اشخاصی که مثلا زیاتر در مقابل گرد و خاک و دود قرار دارن در هوای آلوده قرار دارند، کسایی که اسموکینگ یا سیکریت میکشن یا اشخاصایی هستند که و کسایی که سیستم مافیاتش پایین هستن یا اشخاصایی هستند که میرن به طرف امراضات سیستم تنفسی مثلا آب هوای فعلا مثلا پایتخت در کشور ما در کابل در قد هوایی داریم که خیلی آلوده هست خصوصا در فصل زمستان که اکثریت مثلا از زغال سنگ اینا استفاده میکنن و کاربن مونوکسایدی که از او آزاد میشه و کاربن که آزاد میشه اینا فوق العاده برای سیستم تنفسی ما شما هست یا اشخاصی که مثلا در در جاهای مثل معدن ها کار میکنن ما خصوصا معدن از غال سنگ اینا چون با بار بار با این مواد که باعث مشکلات سیستم تنفسی میشن اینا در تماس هست هستند این ای اشخاص یا کسایی که مثلا اسموکینگ یا سکرید میکشن اینا یا کسایی هست که مثلا با مواد های کار میکنن هر روز مثلا با رنگها و با کسایی که مثلا انگامیزی میکنن با رنگ ها در تماس هستند اینا اینا فاکتورایی هستن که یا سیستم عافیتش پایین هستن یا مثلا اینا در مقابل ده 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 مثلا کسایی سیستم عافیتش پایین هستن اگر سیستم عافیتش تخریب نشه اینا با اندک با یک شخصی اینا. که مثلا با آنتون تبرکلوز یا تی بی مثلا مسابس با اونا در تماس شون همیشه آنتون بر از اینا انتقال بکنه و انتقال انتانات تبرکولوز در پیش از اینا چی بکنه؟ رشد بکنه پس این فکتورهای خطر است که پیش از این اشخاص مثلا باعث از این میشه که زمینی ایجاد مرض پیش از اینا ایجاد بکنه و همچنان عامل جنیتیکی هم هست بعضی از و و کانجنیتال یا ولادی هم هست بعضی اطفالی که مثلا از مادر متولد میشه بعضی مواد ها مثلا در پیش افراد کم هست بعد از اینکه تولد میشه می مثلا در محیط قرار میگیره اکسیژن تنفس میکنه مثلا از هوای بیرون مثلا تنفس میکنه اینا باعث مثلا ایجاد مرض میشه این ریس فکتوره و فاکتورهای خطر است و اشخاصی که بیشتر مصاب میشن ایمی اشخاص هستن که با ایمی تو مواتار رو برو میشن با این تو مثلا سیستم مافیاتش پایین هستن یا امراضات سابقه سیستم مثلا تنفسی یک شخص داشته ولی دوباره مثلا وضعیتش بهتر شده پس دوباره در مقابل مثلا انتانات یا خیلی مواد دیگه قرار میگیرن دوباره میشه سیستم تنفسش مصاب به امراضات سیستم شوه خب ای بعد می‌گردد به وضعیت و ما امراضات انواع مختلف از امراضات سیستم تنفسی داریم مثلا ما در قسمت سیستم تنفسی مثلا امراض برونشیت داریم برن باز برونشیت خود مثلا برانش ها درگیر میشه با این امراضات ما مثلا استما داریم یا نفس تنگی پیش اشخاص است یا مثلا امراضات منان برونشک تازه داریم یا مثلا امراضات مثل اگر اینا مثلا استما و برونش برونشیت یا این امراضات مثلا دوامدار بالاخره اگر ریه های ما مثلا تخریب شوه یک مرضی غیر قابل برگشته که اونها قابل تداوی ندارن که پس به حال تولی ریه ها یا شوش ها بر بگرده سی او پی دی که کرونیک ابسترکتیف یک حالت است که خود سیستم تنفسی، قسمت الویل ها اینا تخریب میشن و به صورت مزمین COPD میگن کورنگ ابسترکتیف پولومنری دیزیز میگن این ای بعضی میشن که بازو یک حالت پیشرفته از امراض سیستم تنفسی هست خصوصا شش ها که با باعث از این امراض میشن پس انواع مختلف ما داریم ولی نظر به دستبندی پیشتر ما شما دستبندی کردین که عامل های مرض مثلا انتانات و غیر انتانات دارن ما مثلا خوند امراضات غیر انتانی مثل مثلا کانسرهای ریه داریم بله. خصوصا افرادی که گفتیم که با هوای آلوده زیاد درگیر هستند یا روبرو میشن همیشه کسایی که مثلا در در خصوصا فصل زمستان با هوای ملوث با کربن مونوکسید قرار میگیرن بار بار بالاخره باعث ایجاد مثلا کانسرا یا سرطان های شوش میشه پیش اشخاص بله بله دقیقاً دکتر حالا خیلی از افراد اشخاص هم هستند که زمانی که بعد از بالا شدن چند پته زینه ها دوچار نفس تنگی میشن تنگی نفس میشن باید. مشخصا اینا علت تا عواملش در چی هست خب ما نفس تنگی را پیشتر هم گفتیم یکی از حالت حسرت تنفسی و نفس تنگی پیش اشخاص خاص سیستم تنفسی و در پالو ما مثلا مشکلات قلبی هم سیستم تنفسی مثلا همین حالت نفس تنگی را داره اول ما باید بفهمیم که آیا این مربوط خودی قلب میشه یا مربوط سیستم تنفسی میشه اگر مشکل مثلا در قلب و گه بحث علایت است ولی مربوط سیستم تنفسی یک شخصی که مثلا اگر مشکل مصاب سیستم تنفسی مثل استما یا نفس تنگی باشه اینا در قد اصما... کسی که مساب استما یا سیستم تنفسی ش هست یا نفس تنگی داره اینا در فز... در چند موادی که بیشتر روبرو میشه تشدید میشن مثلا خصوصا هوای سرد گرد و خاک و مثلا گرده های نباتات اگر اینا در از اونا در, در روبرو سیستم تنفسیش دقیق قطع اینا بیشتر مصاب میشن به با با تشدید شدن از این مرض میشن که مریضیش, مریضیش بیشتر میشن و پیش از اینا نفس تنگی بیشتر پیدا میشه و یا اشخاص هستن که مثلا یک چند قدم را میرن خصوصا فعالیت فیزیکی اندک داشته باشه باعث ایجاد نفس تنگی میشن حتی اگر اینا فعالیت فیزیکی هم نداشته باشن در حالت عادی باشن پیش نفستنگی ایجاد میشه ولی نفستنگی که در پیش از اینا ایجاد میشه با یک ویزنگ یا امو پیشتر گفتیم یک صدایی که به اصطلاح عام یک خشخشی که پیش یک شخص پیدا میشه یا اون ویزنگی که پیدا میشه یک صدای موزیکالی که به شکل خشخش است پیش از یش خاص اینا دقت نشان دهنده از است که دارای داخل طرق تنفسی از افرازات صورت گرفته مواد افراز شده اونجا مثلا انتانات بعد از اون مثلا مداخله خاطر کرده اونجا و خود سیستم اونجا مثلا مداخله میکنه بالاخره اونجا شقیقه و التهاب تشکیل میشه که بیشتر پیش از اشخاص نفس تنگی پیدا میشه که با اندک حرکت فعالیت فیزیکی پیش از اشخاص یک حالت اثرت تنفس پیدا میشه یک هم باعث زی میشه که تک پینی پیدا شود از تعداد ضربان تنفس خود تنفس خود زیاد بکنه از حد okay. نرمال و اینی حالت پیش پیدا میشه ولی اگر اشخاصی که ما گفتیم در سیستم قلبی هم همین نفس تنگی بله. پیش اشخاص پیدا میشه okay. خصوصا در نفس در امراض قلبی ما چند درجه داریم که مثلا درجه اول درجه دو تا درجه پنج داریم که گرید یا درجه بندی میکنن که اونو اونا مثلا اگر یک بسد مثلا به طرف کو بالا میشن نفس تنگ میشن یک درجهش هست مثلا مر در سطح مثلا در فعالیت فیزیکی است در سطح زمین هموار با چند قدم چند متر میگردن یا یکی بدون مثلا گشتن هم باعث نفس تنگی میشن نظر به ازو درجه بندی شده پیشش خواست ولی او بحث علایت است ولی در سیستم تنفسی ما هم مشکل داریم گفت مثالش زدی ممی است ما یا نفس تنگی یا بعضی اشخاص مصاب میشه با اینمو مرض مزمن سیستم تنفسی پی که یا سی که پیشتر ما شما دوبارهش اینا هم مثلا به نفس تنگی مصاب میشن چون خود شوش ها در قدم و ساحه که اکسیژن رو تبادله میکنه بین خون و خود داخل طرق های هوایی دقیقت اونجا چی صورت میگیره که تخریب میشه وقتی که تخریب شد دقیقت اکسیژن داخل دوران خون رسیدن نمیتونن باعث این میشه که پیش شخص یک نفس تنگی پیدا شوه و این اشخاص دیگه یک کمک فعالیت فیزیکی میکنه یا کمک مثلا دوامدار قدم میزنه اینا بیشتر باعث میشه که پیش شخص نفس پیدا شوه یک حالت اثرات تنفس پیش پیدا شود و حتی اگر این اشخاص مثلا تداوی نشوه جلوگیری نشوه میشه که حتی ده حالت استراحت و نشستگی هم باشد پیش شخص نفس تنگی پیدا شوه بله خیلی ممنون از شما دکتر سفر شما هم اگر سوال و مشکلی دارین میتونین تماس بگیرین 020 250 34 44 و همچنان 020 250 38 88 در رابطه به این میخوایم صحبت داشته باشین که حالا افراد اشخاصی که بیشتر به بیماری ها مبتلا میشن شکایاتشان از چه قسمت میتونه بیشتر باشه خب اشخاصی که با دقیقا در امراض سیستم تنفسی اینا مصاب میشن شکایت امدهش از از اولین اعراض علایمی که اینا شکایت دارن از یک سرفه شروع میکنن از یک سرفه یک کسالت یک جاندردی اینا شروع میکنن بعد از او این سرفه اگر دوامدار شود مثلا پیش شخص مثلا تقشو یا بلغم پیدا میشه دردهای صدری مثلا شکایت میکنند که از دردهای صدری که ما قسمت قفص صدر مینا درد پیدا میشه پیش اشخاص اگر این امراضات مثلا مربوط باشه اگر امراض باکتریایی یا امراض مثلا در ویروسی اینا پیشی اشخاص مثلا از چی پیش از اینا یکان تب پیدا میشه شد و تب از تب خفیف گرفته تا خیل تب شدید و اگر خصوصا باکتری ها اگر مداخله بکنه پیش اشخاص مثلا لرز پیدا میشه تاب لرز اینا پیدا میشه و اگر باز امراض امراضات مختلفی پیش اشخاص که است باز یک حالت ها هر کدام از یک ایراد علایم خاص پیش اشخاص پیدا میشه ولی در عموم همه ایراد علایم، امی شکایت ها پیش مریض پیدا میشه که از از نفس تنگی شکایت میکنن از مثلا اینو از درد صدری از تب از سرفه از تقشوی یا بلغم که پیش از اینا پیدا میشن و یا مثلا اینو از سرکیجی پیدا میشن اگر حتی مثلا اینا بر خودی خود سیستم تنفسیش خوب دقیقت اما تحویه سیستم تنفسیش به درستی نباشه تا بدل اکسیژن در به درستی صورت نگیره پیش از اینا یک نفس پیدا میشه که اونها با تا بایسی گیچی از اشخاص میشه یک حالت گیچی پیششان پیدا میشه و مثلا مثلا اگر اشخاص به امراضات غیر انتانی بازی و با امراضات دیگه باشه مثل مثلا خدای نخواسته یک شخص مصاب به سرطان ریه میشن اینا مثلا با میره به سوی به سوی بی‌اشتهایی میرن مثلا لاغر میشن روز به روز اینو مثلا اینا بیشتر در ابتدای خود از درد صدر شکایت ندارن کسایی که به امراض کانسر یا سرطان ها مصاب میشن بیشتر اینو از مثلا بی‌اشتهایی و لاغری و ضعیفی اینا چی هستن و در و نفس تنگی اینا پیدا میشن پیش اشخاص و سرفه دوام دار و یا اگر اشخاص مثلا مثلا مساب به امراض تبرکلوس که متاسفانه یک چیز یادآور یاد شم خدمت تمام بیننده های عزیز که متاسفانه فعلا ما نظر به ای که امراضات مختلف که مثلا در ماینه خانه در شفاخانه اینجا مراجع میکنن پیش ما متاسفانه انتانات تبرکلوز پیش فعلا پیش مردم بیشتر شده ما. و این یک از دلیل که فعلا مردم با از از خاطر که فقر پیش مردم هست و اینا به مواد غذایی کافیه که مثلا مواد های ویتامین ها منرال ها یا مواد های کافی است که در در سیستم ما در بدن ما شما ضرورت است در تمام سیستم بدن ما شما پیش از این اشخاص اینا گرفتن نمیتونن فقر مواد غذایی است پیش از این اشخاص اینا متاسفانه فعلا شیوع تا بر پیش مردم متاسفانه زیاد شده و باید اشخاصی که ما ما هر شخصی که با ایراد علای مثل سرفه دوامدار مثل مثلا تعرق شبانه تب داشته باشه از طرف شب عرق شب و نباشه بشتی ها باشه و لاغر شده با شده روز به روز به این حالت باید خود چک بکنن از نظر تبرکلوز تی بی کی اینا مصاب تبرکلوز نش... نباشند متاسفانه شروع تبرکلوز هم بیشتر شده این ایراد علائم است که اگر یک شخص مصاب به تبرکلوز شوه این اعراز... چند ایراد علائم بسیار مشخص داره که پیششان پیدا میشه یا اشخاص مثلا مصاب به مثلا غیر انتونی مثلاً если بعضی انتار... یک طفل است مثلا یک چیز داره ما زمانی که طفل غذا میخوره دوباره برمیگردن استفراغ میکنه در داخل رای تنفسیش میره که خیر خیر پیش اطفال پیدا میشه با مرور زمان باز یه به نام اسپایرش نمونیا یا سینه که از وایسی مثلا بله ما برگشت مواد غذایی داخل سیستم تنفسیش به وجود میاد بله. اینی مشکل اعراض علایم یا شکایت هست که ما از یک مریض میبینیم پیش اشخاص و زمانی که اعراض علائم پیش شخص میبینه اینا سیستم تنفسی رو و هر مرضی یک چیز اینجا باید یادآور شما هر مرض سیستم تنفسی <تصفح> ما شما نیاز به آنتی بیوتی یا دوای ضد میکروب نداره <تصفح> هر شخصی که سرفا میکنه یا مثلا اندک سرفا پیدا میشه اندک در پالوی سرفه تب و جاندردی پیدا میشه اینا متاسفانه یا به یک دواخانه ای که مثلا اونجا دکتر معالج ندارن ماینه ما شوه میکنند، میکنن یک یک شربت و یک آنتی بیوتیک استفاده میکنن اینو این کارو نباید بکنن یک بار تشخیص شوه که واقعا مثلا همین شخص واقعا نیازمند به یک یا دوای ضد چرک داره یا نداره ما در مثلا دمی دیروز یک مریض داشتیم که در مقابل اکثریت دواهای انتیبیتی یا دواهای ضد میکروب مقاوم بود <applause> مثلا یک آنتیبیگرام کرده بودیم و در از اون ما مثلا دیدیم از 15 دان انتیبیتی فوق الاده مورد استفاده فقط در مقابل یکش میکروبایش میشد از بین باره. یا سنسیتیف بود یا حساس بود در مقابل یک دوا در غیر از اکثریت امی دواها مقاوم شده بود امی انتانات در مقابل دواها بخاطر از ای این در جامعه مشما مصرف انتیبیتیک دوهای زیدی میکنه بیشتر است و این یک مشکل عمده هست که ما میترسیم به که یک زمان شبه که جامعه ما و شما در حالت قرار بگیره که هیچ انتیبیتیکی نباشه که یک شخص از اثر مقاوم بودن یا انتانات در مقابل انتیبیتیک ها شخص از بین بره اما ما و شما هیچ کار کرده نتانیم که بسیار یک موضوع بسیار مهم است که تمام هموطنان عزیز ما و شما را جیزی باید بسیار متوجه باشند بله دقیقا دکتر صاحب حالا در رابطه به این هم صحبت داشته باشین آلودگی هوا خب یک موضوعی که هر سال بله. خب آلودگی هوا مهمان ناخوانده شهر کابل هست نه بله. چقدر میتونه تاثیر گذار باشه مزیر باشه برای که یک فرد تنفس میکنه خب این تو یک چی است که یک از فاکتورهایی است که باعث ایجاد مرض میشه آلودگی هوا و همچنان یک فاکتوری است که کمک میکنه در تشدید مرض <applause> خب امراضات مختلف و گوناگون خطرناک سیستم تنفسی از آب و هوای آلوده هست مثلا یک شخص مصاب میشه در یک از اثر امعوای آلوده آرده. مثلا در هوای آریدیش یک در کابل زندگی میکنن یا در اطراف هستن اینا مثلا در از چوب اینا استفاده میکنن در تنوری که نان میپزن اینا بله. بار بار مثلا تنفس میکنه اینا را بالاخره ای اشخاص مصاب میشه به استما یا نفس تنگی اه. یا مصاب میشه به کرونیک برونشایتیس برونشیت مزمن مساب میشن و این دوامدار باعث میشه که بار بار شخص میتو چند بار در یک سال به تشدید میشه مرض زیاد میشه کم میشه زیاد میشه و اینا اگه تداوی درست نمیشه بالاخره اینا میرسن به اون مرضی که قبلا یاد کردیم به سی او مساب میشن که و یک مرض غیر قابل برگشت به حالت اولی که سیستم تنفسی خوشن شوشها ها به حالت اولی بر بگرده به این مساب میشن و اگر باعث از, از این میشه که حتی خودی ریه ها یا شوشها ها اینا مساب به مثلا فیبروز ریه میشه مثلا شوشها ها یعنی حالت میشه که امساج سخت میشه حالت مثلا الستیکیت و نرمی و امان ساج اولی خود از دست میتن اینا سخت میشن یا با امی امی هوای آلوده کربن مونوکساید اینا زمینه بسیار خطر است برای اشخاصی که اینو مصاب میشن به چی با سرطان های ریه مثلا در داخل در قد این مواد ها می حجرات سیستم تنفسی را در تخریب میکنن تخریش میکنن بلاخره از اثر از این تخریبات شخص مصاب میشه به سرطان ریه که یک حالت است که واقعا در افغانستان ما بیشتر این مرض هم داریم به خاطری که ما شما از یک طرف وقت جامعه فقیر داریم اینا پیشگیری نمیتونن از یک طرف دیگر مثلا آب و هوای ما خراب است از یک طرف سیستم معافیت خاص پایین است اینا همه ایشی کمک کننده به این است که در پالوی هوای خراب و مثلا دود و گرد و غبار مثلا ما فعلا موترایی که در جاده کابل میگردن اکثریت از اینا موترایی هستند که واقعا از نگاه مثلا تکنیکی آنها کاملا تخریب شده فقط اونو قدر کار میکنن که مثلا از یک شهر، گوشه شهر به گوشه شهر یک چند مسافر انتقال میتن در حالی که ماشین از کار افتیده تیلا با درستی سوختانده نمیتونه اینا از ترکیب سور آزاد میکنند و سرب خودش یک مواد است که فوق العاده مثلا مزیر است بر سیستم تنفسی و اگر اشخاصی که این با مثلا همین تنفس میکنه این دود که در ترکیب خود سرب داره اینا مساب میشه به نفس تنگی مساب میشه به سی او پی دی مساب میشه به سرطان مثلا ریه ها اینی مشکلات است که فعلا ما اثر امی آب و هوای آلوده داریم در کابون. بله دکتر حالا در رابطه به فشار خون ریوی هم صحبت داشته باشیم بله. با توجه به صحبت های شما که کسانی که دچار بیماری شش همیشه خب خیلی خطرناک است فشار خون ریوی چگونه میتونه باشه خب ما یک حالتی داریم که فشار خون ریوی در از خود سیستم قلب و شش یک حالت است که به هم پیوسته هست زمانی که خون میاد در دهلیز مثلا در دهلیز چپ در دهلیز راست بخش دهلیز راست میاد از دهلیز در راست از این می در شش ها در رقت یک شریان داریم به نام شریان ریوی خون از دهلیز مثلا از دهلیز راست چی از بطن راست انتقال می ریه های در شش ها دارد. تا بره به در شش ها در, ال... کنار الویل ها تبادله اکسیژن و کربن دی صورت بگیره خون ما پاک شود در قد از کربن دی اکسیژن بگیره زمانی که اگر ریه ها مثلا مشکل پیدا بکنه مثلا یک ریما مصاب میشه به یک فیبروز یعنی هجرات حالت اولی خود از دست میده تخریب میشه این قسمتش بلاخره امی انتقال خون در شش ها به تعویق میفته چون قلب با مو میار نارمل خود که پم میکنه ای خون دقیقت میرسانه به شش ها که به خاطر تبادل اکسیژن زمانی که شش ها تخریب شوه مثل یزی که در مقابل از یک مقاومت ایجاد میشه در مقابل از مقاومت ایجاد میشه او زمان است که فشار داخل شریان ریوی میره بالا میره از طرف دیگه داخل شوش ها مثلا از وقتی که فشار بالا رفت مثلا خوب از شوش ها تخلیه نشد اکسیژن خون خوب تخلیه نشد مثلا به طرف چپ قلب مثلا در ده دهلیز چپ و بطن چپ انتقال نیافت و بلاخره باعث میشه که یک مقدار مایات از کنار می خودی و ورید ها و شریان ها در داخل شوش مثلا بریزه باعث یک خشخش و نفستنگی پیش شخص پیدا شود و از طرف دیگه فشار خود شریان ریوی چی میشه боло мера вақте ки фишор аз и боло рафт фишор меан сари батни рости қалб بطن راست قلب و بالاخره بطن راست قلبم فشارش بالا میره میره دهلیز راست قلب مثلا درگیر میکنه بالاخره امو شریان هایی که دقت خونه برای خود قلب میرسانه مثلا انفریور وینا و سوپریور وینا دو شریان بسیار دو ورید بسیار بزرگ فشار داخل از اونها و حتی در بالای کبد ما شما مثلا مشکل ایجاد بالای جگر مشکل ایجاد میکنه اینی در اثر از این شوش بالاخره میشه که فش مو فشار شریان ریوی بالا باره. اگر طرف چپ قلب باز مشکل داشته باشه نه. که مثلا عدم کفایت داشته باشه قلب خودش کار نتونه مثلا دریچه های قلب مشکل داشته باشه اینا بالاخره فشار وارد میکنه و دقت بالای شش ها بازو زمان فشار داخل شش ها بالا میره فشار داخل شش ها بالا میره که بعد از کم کم داخل شش ها مشکل ایجاد میشه ترشوی مایات ایجاد میشه در بلاخره حتی یک اصطلاحی هم داریم که مردم ها ما شما شوشش آب گرفتن بله. در قل که امو پلورالی ایجاد میشه یا در قل امو آب در اطراف شوش در بین پردای پلورا جمع میشه فشار داخل شوش بالا میره کاملا شخص به نفستنگی مصاب میشن و ایراز علای ممدیش این نیست که نفستنگی و مثلا یک کمی حرکت کنه یا عدم کفای قلبی دارن اینا حرکت کنه یک نفستنگی پیشش خواست پیدا میشه بله دقیقا خیلی سفاس شما دکتر سبریه پیشگیری و وقایش هم صحبت داشته باشه. میگه بله حالا افراد اشخاص چه پیشگیری داشته باشن که دوچار بیماری های تنفسی نشن خب خوب است که ما اشخاصی که چند فاکتور است که در ایجاد مرض ما شما صحبت کردین سر که در ایجاد مرض سیستم تنفسی رول داره بله. از این فاکتورها خود دور به ساده مثلا یکی فاکتور ژنتیکی هست که رول داشت ما شما گفتیم که این فاکتور ژنتیکی است که ما مثلا یک شخص مصاب میشه یک فاکتور است که ما دو قسمت زیاد مثلا ده سرش در صحبت نمی کن. ولی یک چند فاکتور دیگه هست که در ایجاد از این رول داره یکی اشخاص است که باید از خود محافظت بکنه اه. در مقابل مثلا از گرد دود خاک اینا خود محافظت بکنه در بیرون در هوای آلوده میره باید ماست داشته باشه یک شخصی که مساب اگر اگر میفهمه خصوصا فامیلای محترمی که میرن در شفاخانه ها با پرسیدن اول گیری مریض میرن صد فیصد باید خود از حالت قرار بدن که از انتانات که در شفاخانه است باید محافظت شود چون انتانات شفاخانه ای انتانات بسیار خطرناک است خصوصا انتانات سیستم تنفسی کسایی که مثلا دستین بغل است مثلا خیلی فامیلای ما شما هست یا دوستا یا مثلا میبینیم فامیلا میرن در شفاخانه ها میرن پرسیدن مریض بدون اینکه ماست داشته باشه ده. مثلا بدون از اینکه میره در شفاخانه میره با مریض بار بار تچ میکنه ولی بازم می دست خود با صابون نمیشه تعقیم نمیکنه با همزو مثلا دیس خود غذا استفاده میکنن که بسیار خطرناک است که انتانات شفاخانه ای بسیار مقاوم است تداویش هم سخت است اگر یک شخص مثلا انتان مقاوم از سیستم تنفسی یا مثلا چی را بگیره خصوصا سینه بغلی را ها را بگیره با تداویش بسیار سخت است باید اینی چیزا رو پیشگیری بکنیم ماسک استفاده کنیم در برون بیرون میریم در سرک ها جادا جدا میبینیم که هوای آلوده هست ماسک استفاده کنیم اطفال خود محافظت بکنیم از هوای سرد مثلا اطفال طوری محافظت بکنیم که اینطور محافظت نشود که در خانه خوب طفل ما گرم باشه دفتا در سردی قرار بدیم در بیرون قرار بدیم در قطع امی تبادله گرمی و سردی یک دفعی خودش باید سیجات مرض میشه یا مثلا استفاده از مایات بسیار سرد مثلا خودش بر سیستم تنفسی ما ضرر داره خوب است که در فصل مثلا خزان و زمستان ما شما از مایات گرم بیشتر استفاده بکنیم خود مایات خودش دقیقت یک محافظت کننده میشه در سیستم تنفسی ما شما در پالوی ازو مثلا ما امروز فضل خدا ما به خیلی آنتانات مثلا ویروس ها و انتانات سیستم تنفسی خود مثلا واکسین ها داریم برای وقایشی باید ما درا خصوصا نزد اطفال باید همی واکسینا رو انجام بدن خصوصا واکسین اینفلانزا هست واکسین برای حتی این مثلا واکسین کووید 19 رو ما یا کرونا رو که ما و شما داریم ما واکسین هایی که بر سینه بغل استفاده میشه این خو... اینی را ما و شما داریم خودش یک سیستم وقایع است که طفل ما را خود ما را از انتانات و از امراضات سیستم تنفسی چی میکنه وقایع میکنه در پهلوی ازو خصوصا کسایی که در معدن معدن چیایی در معدن مثلا کار میکنن اینا باید از محا... وسایل محافظتی سیستم تنفسی باره. استفاده کنن کوشش کنن که اینا در فضای آزاد زیاد قرار بگیرن اکسیژن زیاد بگیرن که یک مرض است به نام اسکلیوز است که مخصوصی افرادی که در معادن کار میکنن با سیستم تنفسیش مشکل ایجاد میشه عمی از اثر تنفس مواد است که اسکلیوز خودش با بسیار سخت است فیبروز ریه می تخریب ریه شش ها صورت میگیره باید از این خود محافظت بکنن و در پهلوی از او مثلا اشخاصی که یک شخصی که در یک فامیل که ما صابه تبرکلوز هست باید صد فیصد اعضای فامیل خدا از او دوری کنند و او را باید در یک جای شخص قرار بیتن که با افراد فامیل باید زیاد تماس نباشند شیوعی تبرکلوز متاسفانه زیاد شده و تبرکلوز یک مرض است که اگر ریه ها یک بار تخریب میکنه تخریب ریه تبرکلوز دوباره تداویش مشکل است و خودی تداوی تبرکلوز خودش یک پروسیجر بسیار تداوی طولانی داره مشکل است خیلی اشخاصا تداوی نمیتونن که متاسفانه سالانه ما مرگ میری امراض مصابت توبرکلوز خیلی زیاد داریم مثلا حتی از گلاس و مثلا کاسه و حتی از لباسی که او شخص یا فضایی که او شخص استفاده میکنه باید ما شما در اون فضا نباشیم و تقشوی که مثلا از اون میگیرن فامیلا باید کسایی که مثلا تبرکولوز است باید دفن شود این موضوعات رو باید صد فیصد در نظر بگیرن تا وقایه شویم از امراضات تنفسی دقیقا ممنون شما دکتر من یک نکته که میخواستم از شما هم بپرسم ای هست که حالا چه زمانی با دیدن کدام علائم و نشانه و اولین نشانه که یک فرد در وجودش میبینه باید پیش دکتر سایبا مراجعه بله. کنه و مراجعه کردن زود چقدر میتونه موثر واقع شده خب زمانی که یک شخص مصاب یک مشکل سیستم تنفسی میشه از عادی ترین ایراد علائم پیش یک شخص پیدا میشه تا مثلا اما حالت های بله. زمانی که با حالت عادی با یک مشکل پیدا میشه سیستم تنفسی پیش دکتر مراجعه بکنن و دکتر از نظر مثلا ابو اخلاق تبابت باید در نظر گرفته برای مثلا از نظر مسلکی بودنش بر از او شروع کنه یک شخص مثلا مراجعه میکنن هیچ نیاز به یک دوا نداره ما برش مثلا حداقل مشوری یک دکتر برش بیت مثلا به جای که یک یک طفل خودم میبره از یک دواخانه یک پرستامول یک دنتی می میگیره اما پول امزور رو برو برای یک دکتر مالک بیت یک صد یک کویم صد رو پره اما میشه نیاز به دوا نداشته باشه یک دستور دمثلا نیازمند باشه مثلا بگه که <applause> مادرجان همی طفل خوده ببر به خانه فقط مایات گرم بتی گرم نگاه کو اینی غذاها را برش بیتی حد یقل لیستی امو یک مواد غذایی یا امو یک, یک پروگرام برش... پروگرام مواد غذایی شو برش بیتی بور امید تفل خود امید تو محافظت کو یا یک شخص بزرگ همی حالت است بله. یک مشوره را بگیره همو میشه نیاز به تداویی نداشته باشه یک حالت عادی باشه مثلا خصوصا از سس... امراضات وایرل یا ویروسی پیش افراد خیلی زیاد است خصوصا در فصل خزان و زمستان بله. خیلی زیاد است اینا نیاز به آنتی نیاز ب... خودش او یا یک مدت زمان را در بر می گیرن. تا زمانی که بهتر شود و خوب شود. مثلا یک شخص تب پیدا میکنه خودی تب در قد یک عکس عملی بدن است در مقابل مواد بیگانه و تپ م... متوجه باشیم که تب خودش باعث رشد سیستم مافیت میشه اندک تب ما باید اندک اندکترین ما نباید برش پرستامول و بروفین و خیلی دواهای زیادی تب برش بیتیم بله. خودش در تحریک کننده سیستم معافیت ها سیستم معافیت رشد میتا و باعث ازی میشه که بارها بارها اگر اندک انتون داخل سیستم بدن خصوص تنفسی انسان میشه خودش یک محافظت میکنه با او خاطر است که اینو باید پیش دکتر مراجعه بکنن نظری دکتر را بگیرن و دکتر هم نظر به این که این شخص واقعا نیازمند به یک تداوی داره نه نیازمند به تداوی چی چه قسم تداوی داره یک دوای زیدی تب و زیدی درد کار داره یا نه یک زمان است که یک شخص مصاب به مثلا یک سرفه عادی پیدا میشه اما او زمان پیش دکتر مراجعه میکنه دکتر متوجه میشه که خویش شخص سرفه عادی داشته اما نه این مشکل مثلا خدای ناخواسته مصاب به تبرکولوز بوده در اول پیش از ای که اعضای فامیل و مصاب بساز افراد مختلف مساببی مصاب بسازه پیش از اون مثلا دکتر تشخیص میکنه وقت برش دوار تجویز میکنه مریض بهبود پیدا میکنه این حالات ها بارها شده که یک شخص در یک فامیل مثلا مصاب به تبرکولوز بوده تشخیص نشوده خودش که چون یک سرفه عادی و یک چون تبرکلوز در ابتدا یک باک سرفه پیدا میشه جان خیلی شدید اینو ندارم اکثر کسا مراجع نمیکنه پیش دکترها بار مثلا ماه ها سرفه میکنن سرفه میکنن تا یکی حتی تقاشوش مثلا خون دیده میشه اینا وار خطا میشن که والا حتما کدام مشکل جدی دارن پیش دکتر مراجع میکنن ولی یک یک مریضی وایرال یا ویروسی که دافتن تب و جان شدید پیش شخص پیدا میشه ولی دفتن مرا خودونش دوام میگیره از پیش خود سر خدانا تداوی میکنن این کارا نباید بکنند. در هر صورتش از عادی ترین اعراض علائم سیستم تنفسی پیش یک شخص پیدا میشه تا پیش رفته ترین اعراض علائم باید پیش دکتر مراجعه کنن حداقل یک دوا نمیگیرن یک مشوره دکتر باید بگیرن به عنوان آخرین سال روی تداویش هم صحبت داشته بله. باشین که تداوی کسان که دچار بیماری ریه ها شدن ما در سیستم تنفسی امروز هم امراض مختلف سیستم تنفسی که داریم تداوی شم به و رقم بمثا کتیگوریها مختلف داریم در صورتی ک یک شخص مثاب س یک حالتی باشه ک این نیاز به تداوی نباشه خب هیچ نیاز به دوا ندارن اشخاص ست مثلا نفس تنگی داره باز این نفس تنگی خیلی کساس که مثلا خودشان سرخودانه امور رقم شما داوری از انهلر یا انهلرایی که در قطع داخل سیستم تنفسی شی اسپری میشه اینا استفاده میکنن سرخودانه یا یک دکتر برش تجویز میکنن او را سرخودانه خودش امت استفاده کرده میرن اینا همگیش برش مشکل است مشکل جدی تر از اون خود ایجاد کرد با اون خاطر است که تداوی سیستم تنفسی ما نظر به کاتگوری یا آیا مثلا بنتانات است یا امروز غیر امراضی انتانی یک گست از کدام کتگوری که پیشتر یاد کردم چهار کتگوری باکتریال است، وایرال است، پارازیتیک است یا مثلا فنگسی است نظر بازو باید دوایش انتخاب شود، و نظر بازو ازو تدام شه. یا یک مثلا یک شخص مثلا به امراضی مثلا نومونیا هست، سینه بغل است ما باید سینه بغل به چند کتگوری دارد گریت یک دو سه مثلا حالت عادی هست، متوسطه شدید است نظر بازو ما مثلا تدایی پیش از یک شروع میکنیم. بله. باز و داره نداره بس پس به این حالت است که ما نظر به کاتگوری های مختلف تداوی های مختلف داریم یک یعنی نفر مثلا نفس تنگی استما داره اینو از انهلرا یا استفاده میکنن یا میسپری های در مردم به نام میسپری استم تنفسی میگن ما با انهلرایی که نو استفاده میکنن یا کپسولایی که مثلا انهله میشه داخل دیسکا قرار میگیرن و اونا رو مثلا انهله میکنن داخل سیستم تنفسی خود از اینا استفاده میکنن اینا هم باید با مشوره دکتر صاحب باشه بله. خودشانش خودشان اشت... اه... مثلا استفاده نکنن به خاطر از اینکه اینا خودش فشار مرا داخل خود طرق های تنفسی رو مشکل ایجاد میکنه افرازات سیستم تنفسی رو مشکل ایجاد میکنه و حتی فشار بالای خودی سیستم قلبی مهمه در سیستم قلبی هم میشه یک اندازه مشکلات را ایجاد بله دقیقا خیلی ممنون از شما دکتر سویبازی که امروز حضور پیدا کردین در برنامه ما صحبت خیلی خوب و مفید برای ما و برای همه هموطنان عزیز داشت تشکر زنده و سلامت دعوت داشت. ما رو پذیرفتید تشکر سپاس تشکر. از شما بله سپاس از همه شما خوبان هموطنان عزیزم بینندگان و شنوندگان محترم رادیو تلویزیون راه فردا به خصوص برنامه راه درمان از اینکه تا آخرین دقایق برنامه ما را همراهی کردن امیدوار هستم با بحث طبی که امروز داشتیم گوشه ای از مشکلات شما خوبان را حل کرده باشیم و سطح آگاهی شما را هم در رابطه به موضوعات متفاوت بلند برده باشیم با سایر برنامه های رادیو تلویزیون راه فردا همراه باشین شاد و موفق باشین خدا نگهدار